تقران دیگه سالن رو ترک کردن، بلحاظ اینکه نظامی بودن در سر ساعت باد میرفتن در و داور وسط آیه علی پور کریمی داور کشورمون به دو کشگیر میگه که دست بدم با هم دیگه. این حریف کشگیر دو بنده قرمز روس هست و حریف اصلی کشگیر ما که حدودی یک ساعت دیگه با کشگیر ما محمدیان کشتی خواهد گرفت، یه جوری میشه گفت فینال کشتی هست، سخت‌ترین کشتی هست. حالا بپردازیم به این مبارزه در سرشاخ. روی دستان هم دیگه کار میکنم و سعی میکنه که کشگیر گینه هم کشگیر پرقدرت و توانمندی هست که قدرت بدنی بالا داره و بازم در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنن. محمدیان ما موفق شد این ابوبکر توماس گینه ای رو با اقتدار شکست بده. حالا میدید که کشگیر روس تلاش میکنه اما هنوز نتونسته تو امتیاز بگیره. در سرشاخ تقاضا اخطار برای کشگیر گینه، اخطار سیسانی تذکر اول است. برای اخطار سیسانی حتما با تذکر رسمی داده بشه، کشگیر قطع بشه، تفهیم بشه به کشگیر مدافع که داری دفاع میکنه داری دور میزنه، میدونی که خاک کنه که نمیذاره. برای محمدیانه ما چه کرد با این کشگیر؟ واقعا خاک مالش کرد به قول کشگران چوخه. ده هیچ، چه فنایی زد، چقدر زیبا، چه چهار امتیازه ای زد به این کشتیگیر. من روز هم داره با این کشتیگیر کشتی میگیره. درسته کشتی خیلی بلد نیست اما یه جوره چلار و بد بدنه فنابند کشتی رو بلد نیست اما راحت هم امتیاز نمیده. حالا پاشت دوشت خارج میشه و یک امتیاز دیگه میگیره. کشتیگیر روز دزیف، اریک دزیف حالا برای زیگیری صده اقدام کنه که ناموفقه. ابوبکر دیگه از کار نمید تقاضه بله اختار سی ثانی حالا داده میشه به او و سی ثانی اگر امتیازی نگر نیگه امتیازی که به کشگیر روس برای او در نظر خواهند گرفت. برای اریک دزیف دزیف هم حالا کشی سه بر سه به نفع کشگیر روس. دزیف هست بعد این کشی دو کشی دیگه کشگیر کشورمون در وزن 65 کیلو با روس کشی خواهد گرفت. قیاسی ما که اون کشی هم حساس هست اینجا خاکی میکنه عریف خاکی دو امتیاز میگیره به دامنه جفن بارانداز هست. سدیه بارانداز رو به اجرا بذاره کشی رو 5-0 میکنه. دزیف از روسیه، روسیه و ما بعد از این کشی سه کشی دیگه داریم که دوتاش با روسه. اینجا موفق میشه بالا به پول بزنه و 4 امتیاز بگیره و کشی رو 9-0 میکنه. 9-0 پیش میفته امتیاز دیگه بگیره کار تمام است. اما محمدیان ما بهتر به اعتقاد من کشی گرفت با این کشی گیر هم داره 9 هیچ از دهیچش هم میکنه قوس میکنه عریف خودشو خیلی خونسرد کشتی میگیره و کاره کشتیگیر ما در مقابل این کشتیگیر که وقتی سیزن استراحت فرا میسته میرن از مربیان خودشون. حدود 40 دقیقه دیگه فرصت داریم، امیدوارم که در این 40 دقیقه به کشتی ما برسه، به محمدیان و روس ما با همین کشتیگیر. دزیف، دزیف مربیان روس رو مشاهده میفرمایید با سبک خاص خودش مثل پنکه باد میزنه کشتیگیر خودش رو، دو بندش هم باد میده تا اینکه بدنش قشنگ جوندار بشه. دیگه روسا سبک سیال خاص خودشون رو دارند.
سرشاخ وقت دوم مارز دوم آغاز میشه. ایتو یه درخت از بالا به پول میزنه، چقدر محکم زد پنج امتیازی. یه درختکن و از بالا به پول میزنه تا قدرت خودشو نشون بده. کار سخت و دشواری داره محمدیان ما. داور وسط دسته چپ رو به عنوان پیروزی و بالا میبره. نقاط بعد، نقاط بعد 57 کیلو حرکت آثار با هم میبینیم. هنرنمای این کشتیگیر دزیف روس رو اینجا میزنید که اینجا از بالا خاک میکنه. به این شکل این فنو رودریگز میزد در همین حالات. این هم درخکنی کرد از بالا به پل زد، چهار امتیاز گرفت. رودریگز کوبایی اون فنو میزد اینجا به این شکل موفق بشه سرف و سرنگون کنه. این هم درخکنی که کرد رحمم نکرد از بالا. چگونه این پشیر آفرقه رو به دوشک کوبید؟ درخکن از بالا با همه قدرت کوبیدش به دوشک.